سلام شاگرده عزیز، خدا کنه خوب و صحتمند باشید. امید که درس گذشته را گرفته باشید. میپردازیم به درس امروزی خود. بسم الله الرحمن الرحیم. من به خلاصه درسایی که ما در چند روز مختلف خواندیم و به آخر فصل اول رسیدیم، من تمام عنوان ها و موضوعاتی که در درس های گذشته ما خواندیم و او را چی میکنیم، یک سمری، یک خلاصه ش اینجا است تا او را میخوانیم. خوب، اول چی است؟ Early men use stones, stick, fingers, pebbles and cowers to count. مردم های اولی از سنگ ها، چوب ها و همچنان انگشت ها و سنگچل ها و همچنان از مره ها یا استفاده میکردن برای چی؟ تایپ کردن، برای تایپ کردن نمبر ها یا برای حساب کردن نمبر ها. Abacus was the first calculating machine invented to count large number. It was developed in 3000 BC in China. Abacus اولین calculating machine بود که اختراع شد برای حساب کردن نمبرهای بزرگ، که در 3000 BC در چین اختراع شد. مم در بعدن عنوان ما، In 1614, John Napier invented a calculating device called Napier Boone. در سال 1614 Napier Boone یک ماشین حسابی دیگه اختراع کرد که بنام Napier Boone یادآوری کرد یا نام داد بهش. In 1642, Blaise Pascal invented the first mechanical calculator. در سال 1642 بلیز پاسکل ساخت اولین ماشین حساب. In 1671 mathematician Gottfried Leibniz built a calculator that could add, subtract, multiply and divide. در سال 1671 ریاضیدان به نام گوتفراید لیبنز یک کالکولیتور ساخت که او میتونست عملی جمع، منفی و ضرب و تقسیم اجرا کنند. In 1801 G.M. Jacquard invented a powered loom that used punched wooden cord to automatically view incredible detail patterns including picture and text. در سال 1801 G.M. Jacquard او یک دستگاه نساجی خودرو را ساخت که در او استفاده می شد از کارت‌های پونچت و همچنان می توانست که به شکل اتومات بافت انجام بده، از طریق پترن های عکس و همچنان نوشته ها. In 1822 چارلز بیبیج a mathematics professor designed an automatic calculating machine which he called a difference engine. در سال 1822 چارلز بیبیج که ریاضیدان پروفیسور ریاضی بود، یک ماشین اتومات حسابی را ساخت که او برش نام داد دیفرنس انجن. He also designed a mechanical digital computer in 1823 which was called an analytical engine. و همچنان
یک کمپیوتری ډیجیټلی را ساخت در سال 1823 که او را به نام انالیتیکل انجن نامید. مم در پایین جیری بولی دیزاین د بولن لاجیک ویچ بیکم د فاندامنتل پرنسپل فور دیزاینینگ کمپیوټر سرکټ. جیوریگ بولی که است یه هم یک شخص بود در سای گذشته خواندیم که یک لاجیک ساخت، یک تیوری را ساخت، یک نظریه را ساخت که او اساس یک بنیاد گذاشته شد برای دیزاین کردن سرکت های الکترونیکی. بعدن میم چارلز بیبیج از کالد د فادر آف کمپیوترز. چارلز بیبیج با نام پدر کمپیوتر هم یاد میشه. In 1889 an American named Herman Hollerith invented a accounting machine to count the population of USA. در سال 1889 یک امریکایی با نام هرمن هولریث اختراع کرد یک ماشین حسابی که چی کنن که حساب کنن تمام نفوس امریکا. The first computer prototype to use vacuum tube instead of mechanical switch was built by John V. Atanasoff and Clifford E. Beery. اولین نوع کمپیوتر که در اونجا to use vacuum tube instead of mechanical switch که اونجا vacuum tube های استفاده شوه بجای سویج های ماشینی، ای توسط جان وی و همچنان اتناساب و کلیفورد ای بیری ساخته شد. و همچنان در پایین من زیر تری را خوانده بودیم was an electromechanical computer designed by Conrad Zuse. زیرتری که هست ای هم یک کمپیوتر برقی بود که ای دیزاین شده بود یا جور شده بود توسط کانورد زیوس. و در عنوان بعدی میم هارورد مارک آی کمپیوتر واز بیلت ان پارتنرشیپ بیتوین هاورد اند آی بی ام ان 1944. هاورد مار آی کمپیوتر که بود ای دا پارتنرشیپی یا دا شرکت دو هاورد و همچنان کمپانی آی بی ام در سال 1944 ساخته شد. و همچنان عنوان آخری که ما خواندیم ان ایک و یونیویک ورلد الکترونیک دیجیتال کمپیوتر بیلت ان یو اس ای، ای هم کمپیوترهای دیجیتالی بود که در ایالات متحده امریکا ساخته شد. خوب شاگرد عزیز، این بود خلاصه تمام درسایی که ما در این فصل خواندیم. بعد از این که هسته اکسرسایز است، شما میتونین این اکسرسایز امر خود در کتابچه‌تان و همچنان در کتابتان کار کنین. صحیح و غلط است از این شما یک افشن صحیح انتخاب میکنین. Where was the abacus invented؟ abacus در کجا اختراع شد؟ شما یک افشن صحیح را از اینجا چی میکنین؟ انتخاب میکنین. سوال دوم، Who made the first mechanical calculator in 1642؟ کی اولین ماشین حساب در 1642 ساخت؟ اینجا شما امور را انتخاب میکنین. همو تو مسلسل من بعدن افشن که از سوال خانه خالیست ایره شما پر میکنین. و همچنان من name the people who invented the following machines، نام های مردم شما نوشته میکنین که ماشین ها را ساخته. نفر بونز کی ساخت، جاکرد لوم کی ساخت، پاسکلین و همچنان انالیتیکل انجن و زیر تری را کی ساخت. شما نمای ماش خاصا نوشته میکنین دیگه خانه خالی ها. و من دفعین fill in the blanks خانه خالی ها را با کلمات مناسب شما پر میکنین که ما خواندیم. و همچنان write the full form of the following observation، فرمت مکمل تمام
اصطلاحاتی که در پایین ذکر شده شما نوشته میکنین ABC مخبب چی است؟ یونیویک مخبب چی است؟ انیویک مخبب چی است؟ و همچنان IBM مخبب چی است؟ این طرف من در بخش ای answer the following questions شما به سوال جواب ارائه میکنین و در کتابچه خود نوشته میکنین. Who is called the father of computer? کی با نام پدر کمپیوتر یاد میشن؟ Name any two early machines. دو ماشین های اولیه نامایش نوشته میکنین. Describe the machine invented by John Nepers. امو ماشین شما تشریح کنین که توسط جان نپر اختراع شد. و Describe Howard Mark I computer. ایره هم شما چه میکنین؟ تشریح میکنین. میم در بخش بعدی Apply your knowledge which of the polynomial will you use to calculate large number and why. کدام از این میتونستن که نمبرهای بزرگ کاونت کنن و چرا؟ انشاءالله در درس های آینده چپتر بعدی را یعنی چپتر دوم شروع میکنیم. شما در چپتر کدام سوال انتقاد و پیشنهادی دارین شما میتونین کامنت تان در یوتیوب با ما بگذارین و همچنان با شماره واتساپ ما به تماس شوین و یا مسیج بگذارین. میم در بخش پرکتیکل پرسونالایز خوانده بودیم تاسک بار. میم امروز بعضی از افشانهای جدیدی که در بخش پرسونالایز در تاسک بار ما تمام اپشن ها را خواندیم. خوب شاگرد عزیز، این بخش ما که است به نام استارت منو یاد میشه که ما ذکر کردیم که استارت منو است و تمام پروگرام هایی که ما انستال میکنیم در این بخش برای ما چی میشه با وجود می و ما میتونیم که از اینجا ما هر پروگرامی که خواسته باشیم او را سرچ کنیم و او را چی کنیم اوپن کنیم. و اینجا که است بخش رن است که ما میتونیم اینجا هر پروگرامی که ساختیم او را ما میتونیم او را چی کنیم سرچ کنیم، مثلا وین ورد است. صحیح دیگه به شکل برنامه ورد هر پروگرامی که شما خواسته باشید میتونید که از این طریق شما سرچ کنید. و همچنان میم در اینجا در آیکن ها که اول آیکن ما چی است داکومنت است مربوط به درایو سی میشه. تمام اپشن هایی که در داکومنت هست مثلا دانلود است و چی رو ما دانلود میکنیم، عکس های ما باشه، موزیک باشه، ویدیو باشه، تمام اینها در اینجا برای ما می. اپشن دیگی آیکن دیگی که از مای کامپیوتر است که تمام درایو های ما اینجا موجود است و ما میتونیم با هر درایو خود دیتا پرتیم و دیتا را از بگیریم. و همچنان دیگه اپشن ما که است ای نتورک است، نتورک آیکن است که برای ترتیب نتورک استفاده میشه. و همچنان ریسایکل بین است، یک چیزی که ما دلیت میکنیم مستقیما اینجا می و اگر از اینجا دلیت شد باز دیگه مکملا پاک میشه. و ما میتونیم که یک چیزی فایلی که دلیت کنیم مثلا به این شکل ایره من چه میکنم دلیت میکنم، این مستقیما به کجا میره؟ به ریسایکل بین. و اگر پس ما شمان شدیم پس ما میخواییم ایرا پس از ریسایکل بین بیاریم، ما میاییم اینجا و برشان میگم که ریستور ریسایکل بین به این شکل امتی ریسایکل بین پینتو ستار اوپن مثلا کدام فایل است اینی فایل است ایرا ما چی میکنم ریستور میکنم پس نه. و اگر این فایل ما ایرا ما دلیت کردیم و پس بیم ریسایکل بین هم چی کنیم امتی ریسایکل بین ای را هم پاک کنیم. برای شما مگه شما مطمئن هستین که به شکل دائمی دلیت شو ای فایلتان که در ریسایکل بین است؟ ما میگم بله ها. خب
خوب شاگرد عزیز درس امروزی ما به پایان رسید امید که درس امروزی را گرفته باشید اگر کدام سوال انتقاد پیشنهاد دارید میشه که